فراوان شنیده ایم که میگویند سینما بیرحم است. شما اینو قبول دارید؟ خیلی قبول دارم. خیلی زیاد قبول دارم اینو. یعنی من 21 ساله که وارد سینما شدم و الان حالا 23 سالمه. یه وقتایی برخوردهایی دیدم، رفتارهایی دیدم و چیزهایی شنیدم که در مورد من گفته شده که واقعا اصلا نمیفهمیدم چرا. از طرف همکارامونا و این برای من خیلی غم انگیز بود. گفتم مثلا الان منی که مثلا 22 سالمه، آیا مثلا جای شمایی که 30 سالته و 10 سال 15 سال داری تو سینما کار میکنید گرفتم؟ نمیگیرم که. چرا؟ واقعا قراره تهش چی به دست بیاری که مثلا منو از ناراحت کردن من قراره چی رو به دست بیاری؟ ولی خب من به مرور قوی تر شدم و میگم من به ظاهر 21 تا 23 دو سال تهی کردم، ولی واقعا توی تجربه حتی و توی این که قوی تر بشم واقعا 10-15 سال انگار تهی کردم توی این دو ساله و این برای من ارزشمند بود. یعنی گفتم اوکی، شما خواستی منو ناراحت بکنی ولی در نهایت به من چیزی دادی، اونم قوی تر بودنه که برای من خیلی ارزش داره. اگر شما هم معتقدید سینما بیرحم است، در مسیرتون مصداقهای بیرحمی که دیده ای چه بوده؟ مصداقهای بیرحمی که در مورد دیگران شنیده ای چه بوده؟ در مورد خودم اول بخوام بگم که من مثلا یه تایم یه چند تا کار رد کردم به دلایلی که اصلا دوست نداشتم فیلم نواشون رو و من فرستادن خیلی محترمانه، گفتم که من فعلا متاسفانه نمیتونم در خدمتتون باشم و امیدوارم که موفق باشید. دقیقا ادبیاتم همین، امیدوارم که موفق باشید، کارتون عالی بشه و اینا. بعدها من از یکی از دوستام اومد به من زنگ زد و آره زیبا تو چند برابر حساب میکنی. گفتم چی؟ گفت آره فلانی و فلانی گفتن که ما به فلانی به زیبا پیشنهاد دادیم این کارو بازی بکنه و ما چند صد میلیون که حالا ادرم نمیگم به ما گفته مثلا دستمزد میخواد و فلان. بعد من گفتم اصلا بیا چتای ما رو نگاه بکن، اگه تو یه جا حرف مالی دیدی به من بگو. و این پیچیده بود. و بعد مثلا یک بازیگر معروف دیگه که حالا تو لاتاری هم کار کرده بود منو دید به من برگشت گفتش که شنیدم خیلی بچه پر روی. گفتم من بچه پر رویم؟ چرا؟ فلانی فلانی این حرف زدن و پیچیده بود. و بعد از این بعدا من شنیدم که پیچیده که آره زیبا آدم بد اخلاقیه، اگر باش کار بکنید سر کار نمیاد، سر تایم نمیاد، خیلی اذیت میکنه و خیلی نمیدونم پول زیاد میخواد و فلان و بیسار. یه حرفای عجیبی که این پیچیده بود. یعنی من بعضی وقتا، یعنی من اول باور نکردم و بعد وقتی دیدم برخورد آدم ها مثلا چجوری عوض شده متوجه شدم که نه این مثلا که جدیه، یعنی واقعا در این اتفاق میفته. و بعد چند تا آدم معتمد من گفتن که زیبا این پیچیده، نمیدونم چرا اینجوری که میگن این دختر یکی اصلا سر کار نمیاد، بعد نمیدونم سرویس هم براش بفرستید دیر وقت میاد، بی موقع میاد فلان. و خب خودتون میدونید دیگه وقتی این حرفا میپیچه چقدر میتونه به آدم آسیب بزنه. من اینجوری بودم که من بد اخلاقم، من بی ادبم، من مثلا بی احترامی کردم. چرا؟ فکرم گفتم ولش کن، خدا خود جای حق نشسته، حالا بذار بگیر تهش که چی تهش، حالا تو فلانی تو برو جای من بازی کن، فلانی فلانی تو برو، مهم نیست، من کارم میکنم. و در کل که مثلا سر کار هم بوده که یعنی رفتارهای بد، برخوردهای مثلا بی دلیل، مثلا بی احترامی کردنه بی دلیل که مثلا میگه خب چرا. و من شخصا مثلا من خودم بچه، من فیلم کوتاه زیاد کار کردم با بچه‌ها، تدوینگر بودم، دستیار بودم، منشی صحنه بودم. و تو وقتی میبینی که اون فضای دوستانه تبدیل شده مثلا به این فضا، خیلی بیشتر ناراحتت میکنه که میگی خب کو اون دوستی و رفاقت، اون ارتباط درسته، اون سالم بودن فضای کار که خب همه دلسوز کارن، همه دنبال اینن که یک کاری به نحو احسن انجام بشه، کجا میره و میشه این که آدم فکر میکنه اگر مثلا به راننده سر صحنه سلام نکنه ولی جلوی پای تهیه کننده بلند بشه از جاش، یعنی که چی؟ یعنی که ابهت خودش رو حفظ کرده؟ نه، من اینو میگم که تو انسان نیستی که این کارو میکنی، که تو به راننده احترام نمیذاری ولی مثلا برای تهیه کننده احترام قائلی، اونم مثلا به این شکل و با این تفاوت. دو نفر با هم از در بیان تو و تو به یک نفر که سلام به تو میکنه جوابشو ندی و به دیگری اینجوری احترام بذاری، این به نظر من واقعا ارزش نیست و تبدیل شده به ارزش برای خیلی از آدم ها و به نظر من واقعا بی اخلاقی مطلقه. ولی کلا بی رحمی که مشخصه دیگه، آدمایی که میان
پشت سر یه نفر یه حرفی رو چومیندازن که هم به کار اون آدم، به پیشینه و آینده اون آدم لطمه میزنن، به اعتبار اون آدم لطمه میزنن، اون آدم رو ممکنه خیلی مشکلات براش پیش بیارن که دیگه اصلا اون آدم نتونه کار بکنه، فید بشه، کما که میبینیم آدمایی که بازیگرای خوبی هستن ولی نمیتونن وارد سینما بشن، چون هزار و یک آدم هستن که نذارن این آدم وارد سینما بشه. تو همه شاخه هم هست، فقط بازیگری هم نیست، فیلم برداری، صدا برداری، همش هست، میبینیم دیگه.